سلام بر شما هموطنان عزیز، رفقای گرامی در هر جایی از دنیا که هستید، امیدوار هستم که دمخوش و سرحال باشید. نصیر فائق به تاریخ 6 دلوه از شورای امنیت خواست که مقامای فاسد حکومت قبلی را به خاطر اختلاسهای بزرگشان تعقیب بکنه و دارایی‌هایشان منجمد بسازد. در 20 سال گذشته کسی پشت گپا نگشت، حالی که نه دولت مانده، نه اردو مانده، نه بودجه مانده، همه چیز برباد شده و هم از تریبیون خالی سازمان ملل متحد این فرمایشات میرسه. خب ما دلایلش بر شما میگم. اولی که مقامات فاسد که اون نام برده همیش در خارج نیستند. یک سیومی این مردم ها در زیر چتر طالبان زندگی میکنن، اساساً به طالبان بیعت کردن، مثل مثلا زاخیلوان یا گلاغای شیرزوی، اما قمارباز کازینوی که در یک نوبت در آلمان 140 هزار یورو را باخته بود. اونا همیش پیش طالب است. به این کار به شکل تکتیکی پای طالب ها را داخل میکنن تا از این تبلیغات به نفع خود استفاده کنن. یعنی فرشی است که به خاطر مشروعیت بخشی طالبان هموار میکنن. این مردم بی جهت خوشحال شده از این مسائل که این عملا دزدا و غدارای گذشته را، ظالما را حال دنبال میکنن، پیسا و دزدی هایشان را برمیگردانن. که کجا؟ به کی برمیگردانن؟ در کجای دنیا چنین کاری شده؟ در طول 20 سال در کجا شما دیدین که چنین کاری شده؟ امریکا خودش اینجا بود، هیچ کس نه اجازه داد نه رئیس جمهورای نیابتیش چنین کاری کردن. اینجا یک بازی سیاسی است. خب اول میبینیم که آقای فائق کدام مرجع رسمی دفعتاً با حیث سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل مقرر کرده. حکومت کشور پیش طالبان رابط قطع، جمهوری سقوط داده شده، هیچ چیزی هم نیست. ایره کی مقرر کرده؟ با چی خاطر؟ آنتونیو گوترش؟ گوترش خودش مامور امریکاست. پس چه کسی؟ یادم به تاریخ 26 قوس، یعنی دو ماه پیش از این گپایش مقرر شده بود باعث سرپرست نمایندگی، دمی دو ماه چرا خاموش بود که حال زبانش گل کده؟ خب ما اگر بیانیش دنبال کرده باشیم، معمار خودش باز کرده، گفت که ما نه با طالب رابطه داریم نه با ضد طالب. خب پس کی هستی شما؟ یعنی از این بلو میشه که کرسی نمایندگی افغانستان مال شخصی است دیگه، نه با او داری نه با او داری، پس با خود داری، شخصی است. بینین دای عزیز شما چه فکر میکنید؟ دینج یک بازی روان است. ای گپ از ای مقرری ناگانی از ای در غیاب جمهوری که هیچ چیز وجود نداره، تصمیم سیاسی یا پالیسی امریکا بود. چرا؟ سیاسیون، معامله‌گرا و مقامات سابق، رهبرای تنظیما و میلیونرهای نوپا که از هر طرف دزدی و غداری کردن، از قراردادی های امریکا، از گمرکات، از بنادر، از فروختن زمین های دولتی و هر ناروای دیگر، اینا را تهدید میکنن که نشه که اینا برن جمع شوند و یک جبهه سیاسی و نظامی را بر ضد طالب تشکیل بدن، که البته تجهیز کننده های از اینا در چهار دور افغانستان وجود داره، روسیه، ایران، هند کاملا حاضر میدان است. اینا را تهدید میکنن، از نظر روانی منفعل میسازن که حرکت نکنن. یک تهدید است. میخواهند که دستگاه معلق دیپلماسی افغانستان از این پس در نقش یک اداره نیابتی کار کنه،
نام از افغانستان باشم و پلیسی آسیایی امریکا خدمات برسانم. جنگ جدیدی که ما از او سخن میگوییم بعد از این خصلت جدید داره که یکی از خصلت‌های جدیدش همین چیزی است که از زبان آقای فائق بیرون شده و ما به اصطلاح نیات پشت پرده شال بر شما بیان میکنیم. این آدم نماینده تیم غنی است. خب البته این رو نگاه کردن که تا تصمیم بعدی اعتبارنامه ها در سازمان ملل با کارش ادامه بدن. چیزی که برش گفته میشه امور بگویه. این مسئله چی معنا داره؟ معنایش ایست که تا وقتی که مشروعیت بخشی طالبان آیسته آیسته چون زمانگیر از تای مراحل میشه دستگاه دیپلماسی افغانستان نباید به دست طالب بدن. این تجربه نداره. این به شکل انتحاری پیش میره. تا چند روز پیش در سفارت ها پلان عمله نداشت قابو میداد. این پیش خود نگاه میکنن. و دلیل دیگه چیست که قدرت های منطقهی که ظاهرن طالب سپورت هم میکنن مثل ایران و روسیه هنوز مثلا قانع نشدن که طالب در واقع یک بلک واتر یک کمپانی بلک واتر افغانی نیست. قانع نشدن. میگن هست. یعنی نمایندگی های سیاسی در افغانستان مربوط افغانستان اداره های پادرواز فعلا نه جبه مقاومت وجود داره که دعوا بکنه نه به طالبان میدن به خاطر از اینکه زود که کشورهای منطقه در اونجا فعال میشه برن در دست خودشان است. خود آقای فائق در تویتر خود میگه که دلیل مقرری ما باعث سرپرست نمایندگی تسهیل کمک های فوری بشردوستانه و مردم افغانستان است. یعنی به خود چی ضرورت از بیگم کمک های بشر دوستانه از خود محل توزیع داره دفتر نمایندگی کمک دهنده داره که سفارت هایشان امیال در کابل آمده روانیست. مگر چی چیز در دست شما هست که شما تسهیل کنین کمک ها را؟ شما خود کابل نیستین. برای تسهیل کمک‌ها چه کاری از دستان ساخته است؟ اتحادیه اروپا خودش آمده. سفارت چین، روسیه، هند، ایران، ترکیه و همونجا خودشان بالفعل حضور دارن. شما چگونه تسهیل میکنین کمک‌های بشر دوستانه را؟ اینا خود لو میدن. نه به طالب رسما بیعت کردین نه طالب به شما رسمیت قائل است. کاری که در زمینه سازی کمک عدستان پوره از دمی زمینه چی است؟ چرا نمیگین؟ مهمترین سوالی است که شما از کی نمایندگی میکنین؟ از کدام افغانستان؟ دولت ساقط شده، رئیس جمهور گریخته، ارتش و تاسیسات جمهوری از بین رفته. مردمان با شما هیچ امیدی ندارن چون بخشی از یک تیم سرنگون شده هستین. پس شما از کی نمایندگی میکنید؟ دیپلمات ها و کسایی که در خارج تشریف دارن این سوالات ما رو میشنون بیاین پاسخ بگوین. خب پس جای تعجب نبود که خود نصیر فائق پیش دستی کرد گفت که هیچ ارتباط با طالبان و جبهه مقاومت ما نداریم و با دیپلمات ها مشورت میکنیم. یک چیزای گتو دارم. شکایت داره که ما ماش نداریم و از این قبیل گپا. یعنی میخواید بگوید که ما خدای خدمتگار کار میکنیم و مردم هم باید باور کنه. از نظر روانی و از نظر سنجش های دیپلماتیک یک نکته را در نوک زبان یادم ماندن که در شرایط حاضر که مردم پارچه پارچه از فلاکت زده است، قحطی زده است، گرسنه است، بیکار است، زیر به اصطلاح پاشنه های دلهره خم شده
این میگه که زد بسیار زیاد یک شعار جذاب بود. به همین خاطر از شرق تا غرب کسایی که افغانایی بود و داخل هم هستن بسیار پشتیبانی کردن. خاص و هم گفت والا اگه کار شد بسیار کار خوب بشه، بسیار کار، چی کار خوبه، جذابیت داشت. یک بازی روانی بود، از ملا تا تکنوکرات استقبال کرد. اینجا طالب بسیار خوب وارد عمل میشه تا از این شعار برای بدنامی بدنامترها استفاده بکنه، یعنی روی خود سفید کنه. یعنی یک بخشی از تطهیر طالبان است. این مثلا تولید فکری فائق نبود، فکر مرجعی است که فائق در نبود یک دولت مشروع سمبول نشاندن. همون نیروی که افغانستان با تمام هستیش و دان گرگای خود داد، آل از این طرف گرفتیش. ورنه نصیر فائق چطور جرات میکنه که خود با قماندان ها، با والی ها، با او مافیای گذشته و رهبران تنظیم ها خود مواجه بکنه؟ ما خود چنین سابقه ای را از یک دیپلمات عادی ندیدیم. خب آل سوالی است که چرا فیرست گروه های فسادکار یا افرار رد اول یا آدم لست نمیده؟ آل اقی که کدی کار کردی کمی پیش برو دیگر، کار صحیح پیش ببر، لست بته، دقیق رفرنس بته کی در کجا چی کار کرده. هیچ، مثل راپورای حقوق بشر باره که سیما سمر و بعد از او جمع کردن خره خره سه تن کاغذ سیاه کردن، هیچ به درد نخورد، عبس تبلیغات کردن. اینمی قضیه بخشی از پروژه سیاسی امریکا و غرب برای برسمیت شناختن طالبان است. این بخشی از یک پروژه غرب به خاطر جلوگیری از تشکل یک واحد جنگی و مرکزیت سیاسی علیه طالبان است. امی اقدام میتونست که 10 سال پیش یا 5 سال پیش در شرایط جمهوری عنوان شود، دنبال شود، در یک چارچوب اجرایی همه چیز خود به اصطلاح طرح بکنه و تمام جنایتکارا را بازخواست بکنه. در وقت شرایط قرار نمیکنن چون اصلا یه آجنتا مطرح نبود. آلی هم نیست. ایناله بین فسادکار یا بین دزد دوره جمهوری و او فرعونای طالبی که از پولای مواد مخدر، از پولشویی و از اخاذیای برخواسته از اختطافای خارجی ها که فربه شدن و سرمایه‌هایشان در قطر و امارات و در ترکیه اونجاها در گردش است. بین این دزدا و غدارا و این فرعونا چه تفاوت است؟ نصیر فائق باید این نکته را مشخص میکرد. او غدارا و فرعونایی که احتمال میره برای در جنگ‌های آینده با کمک ایران و روسیه و هند وارد کارزار جنگ و تقابل سیاسی با طالبان شود، اونا را هدف میگیره و او ایتو گرگای هستن که از این رقم گپا هیچ ترس ندارن. بارها و بارها تهدید هم شدن، آمدن پیش پای تهدید کننده خو کردن و بعد از این که تهدید کننده کمی نرمش کرد پس خیستن گلون خودش را گرفتن. این دوره غنی برای فلج کردن ای اردوگاه نام دزدی و غداری رو سرشان ماندن. اینا باید به سختی بدنام شوند، بیشتر بدنام که بودن بدنامتر شوند که چارلز به طالب یاری بکنن. بگویه که این از واقع دقیقی ها خوب است، چنانچه امی گپ غلط شایی کده میرم. خب حالا بیاییم ببینیم که این درخواست یا این قطعی که در میدان انداخته نصیر فائق چقدر عملی است؟ در کجا عملی شده؟ در کجای دنیا، در کشورهای توسعه نیافته و مورد تجاوز قرار گرفته کی شده ای کار؟ در عراق شد؟ در لیبیا؟ در کجا شده؟
که بازو هم بیاین این کار در افغانستان شود. در افغانستان که در این چارچوب جور نمیه. ثروت های سرمایداران نوپا در افغانستان، سرمایدارای مافیایی، سرمایدارای جمهوری، ثروت های از اینا به دو شکل است. به چند شکل است و دو شکل عمده. یکی که نقدین است که در بانک های ترکیه است، بانک امارات است، بانک لندن است، حتی بانک سوئیس است. اونجا در گردش است. و سرمایه دیگه سرمایه غیر منقول است، یعنی نقل داده نمیشه. شهرک است، قصر است، سالونای عروسی است که جور کردن و از این قبیل چیزا که به اصطلاح سرمایه غیر نقدی است. اینا را از پیش از اینا کی گرفته میتونه؟ میایم سرم نقدیش. یا اصلا در ترکیه، دولت ترکیه کسی را اجازه میده که کسی را که اون رفته خانه خریده یک دو میلیون دلار گور کرده سرمایه گذاری کرده، ترکیه بیای وار اجازه بده که بیای را جیبش خالی کن برو. این مخالف منافع اقتصادی و ملی ترکیه است. اجازه نمیده. او چقدر تلاش میکنه که تا این مردم ها را جذب بکنه. میگه بیا یک دونه خانه بخر، من به تو تابعیت میتم. بازو میای و یکقدر به یک فرمایش نصیر فائق او میای یک قدرت میای حسابات بانکی زور منجمد میکنه. همچنان در امارات ای کار شدنی نیست، در ایران شدنی نیست، در هیچ جای شدنی نیست. فقط یک قطعه سیاسی است که بازی میشه به ایتا. این سرمایه ها معمولا مخفی است. جهت دیگهش به شکل پولشویی، یک قماندان، یک فرعون دزدی کرده به مرور زمان در یک کشور غربی آهسته آهسته پول خود روان کرده به شکل حواله، روان کرده به شکل پولشویی. اونجا استورا دارن، تاسیسات بزرگ، خانه خریدن، از این قبیل مثال. او کشور میزبان بسیار خوش است که سرمایه اینجا محکم شود. خود تثبیت پول سیاه و سفید بسیار یک مراحل پیچیده و طولانی داره و یک معلوم هم نیست که کشورها تحت چه شرایطی حاضر میشن که به اصطلاح این میمانای خود اجازه بدن که پول از اینا بلوکه شود. یعنی ببینیم که پول کمک های بین المللی به جیب مافیای جمهوری چطور ریخته شد. اینجا دو نوع دزدی در افغانستان صورت گرفته. یکی که از دارایی خود افغانستان دزدی شده، از زمینا، از بنادر، از گمرکات، از کردیت کارت، از قاچاق سرحدی بین کشورها، اینا از مواد مخدر، اینا پولدار شدن. دیگه ای که یک بخش از اردوی امریکا که اینا رو به عنوان همکاران و پارتنرهای داخلی خود، محلی خود با اینا کار میکردن، اینا از اون طریق، از طریق گرفتن قراردادها کلان شدن. مثل میر رحمان رحمانی مثلا، مثالش صدها تاست هم یکیش. خب اگر قرار باشه بحث بازپرس باشه و امریکا بگوید که والا پول مالیات دهنده های ما را در افغانستان خرج کردن، چطور چیکار؟ از این عوضگوی ها را بسیار میکنن، شما میشنوین. خب بیاییم ببینیم شریکای امریکایی های از اینا در کجا هستن؟ حالا پول خواهد امریکا میامد، پول مالیات دهنده ها از امریکا میامد. کسی که احمد محمود فربه ساخته و ای به اصطلاح برداشت غیر مجاز کرده به یک میلیاردر میلیونر تبدیل شده، این قدرت نداره که بره امریکا، بانک امریکایی را از طریق کامپیوتر هک کنه و دزدی کنه بگیره بگویه که نه، او از طریق یک کمپانی امریکایی برش داده شده در برابر اجرای یک ماموریت، اکمالات، خدمات امنیتی، خدمات البسه، خدمات لوجستیکی، اینا کلان شدن. یعنی منشه فساد در کمپانی ها و در خود امریکاست.
در قدم اول باید دو رئیس جمهور در افغانستان بازجویی شوند. کت وزیرایش، کت اداره های بظاهر مبارزه با فساد اداریش. کسی پشتی گپا نگشت. امیال اگر من داستان مبارزه با فساد اداری در سطح تبلیغات مطرح میشه اینجا برای شما بازگویی کنم، شما دفعتن این برنامه رو قطع میکنم، میگو از این گپا زیاد چونیدیم، بس کن گپ تازه تر بزن. چقدر رنگ بار است نی؟ حال که این رقم است، آیا شما فکر میکنید که مافیای اقتصادی، دولتهای کرزی و غنی امون تو چوب میشینن از خود دفاع نمیکنن؟ اونا گرگای باراندیده هستن. این جنایتکارای دزدای افغانی شریک غارتگرای امریکایی است. خوب یاد داره که یک وکیل بگیره. اگه وکیل بگیرن شریکای خود از کمپانیای واشنگتن، لندن، امارات و در هر کجا که هستن و دادگاه بکشانن و استجواب چیزی پیش میه. بین سرمایه‌دار دزد افغانستان و دزدای به اصطلاح بسیار کله‌گنده امریکایی که پول مالیات دهنده های کشور خود به نام افغانستان غارت کردن تفاوت بسیار است. این طرف خاص دزد است، او طرف یک میلیاردها دلار در یک کلیک کامپیوتر میبلعد. تفاوتی است. اما اینمی خواست دوستا وصل هستن با اونا و اونا وصل هستن به ذات فساد در نظام سرمایه‌داری. به می سادگی فرمول عمومی امی است. سرجم کل دوزی های افغان ها که بگیری از این طرف بکنی از این طرف بکنی، مجموعاً نهایتاً 5 میلیارد دلار شوه یا 10 میلیارد دلار، همین 2-3-4 نفر. مابقی که امریکا میگه که ما 600 میلیارد دلار مثلا 700 میلیارد دلار در افغانستان خرج کردیم و از این قبیل مسائل، مابقی همه پیش از اینکه به افغانستان بیاید همونجا دزدی شده، چور شده، تقسیمات شده. جنگای نظام سرمایه‌داری خصلت شمیز که سودآور است. وقتی که سودآور نبود جنگ نمی کنه در جایی. بحث غارت بیشتر گفتم، بحث غارت عواید داخلی افغانستان یک موضوع دیگه است که او را به امریکا هیچ ربط نداره، امریکا هیچ علاقه نداره. رفت کل کشور را به دان بلا دادی، رفت که تو به تو غرض نیست که فلانی کماندان یا فلانی رهبر یا فلانی تکنوکرات دزد کم مایه چقدر برد چقدر نبود. اما کاملا میدانن که بی بی گل چقدر برده. من 3 پیشم گزارش دادم که در یک قدم 150 میلیون دلار برده بود حساب بچه خود. در اینجا نسل جوان در یک حالت بسیار پرفشار قرار داره. در هر حالتش در هر کجایی که هستین در این موارد تحقیقات بکنین، تحقیقات کنین، تحقیقات خود منتشر کنین، بر غنای تاریخ بیافزاین، خطرت خود نشان بدین. آیا امریکا حاضر است در برابر دزدای افغانی یک کمپین جهانی را بیاندازه؟ یا صرف هم به این تبلیغات اکتفا میکنه؟ من میگم چون این ریسکی رو نمیکنه. چرا پای خودش کشانده میشه؟ چون سرچشمه دزدی و غارت در بین وزارت دفاع امریکا، وزارت خارجه و کمپانی‌های لوجستیکی و پولساز پولسازی هستن که در افغانستان اینا درگیر بودن و کل پول اینا جذب کردن. اونا خود دچار درد سر نمی کنن. دیگه به افغانستان هم علاقه ندارن. علاقه دارن به تخریب که بیان چگونه حتی المقدور امنیت چین خراب کنن، امنیت ایران، امنیت روسیه را. دیگه زیاد مثل قبلی کاری ندارن. این تبلیغات بعد از تحویل قدرت به طالبا شکل خود تغییر داده. بنان طالب بنیابت امریکا، بنیابت از امریکا در افغانستان حکومت میکنه.
قطعا شما باور داشته باشین که اینا در صدد تحکیم پایه های طالب هستن، چون بدیلی که اونا در کنفرانس دو پیش از او در نظر گرفتن بعد از خود در افغانستان نظم طالبانی بود. این نظم تا چه وقت دوام میکنه که قدرت های منطقه چه وقتی مشکنانه، این مسئله علایده است. بنابراین زبان آقای نصیر فائق با کرایه گرفتن، هدف کنساختن یا قطع روند جبهه سازی کلگنده ها که دعوای سیاست و رهبری هم میکنن و در جمله فسادکار هم هستن، قطع فعالیت های از اوناست یا فعالیت هایشان اخلال بکنه، بترسن تیر شن چوب بگیرن خدا. یعنی یک جبهه جنگ و جبهه سیاسی بر ضد طالب روی پا نشود. اینمیست از نظر ما خامی است. پولایی که مصرف کردن امریکا به افغانستان مصرف نشده، به خودشان مصرف شده. اول تبلیغات را انداخت، ال افغانستان، ال افغانستان، ال افغانستان، پولا پیش خودشان، یعنی سر بوجی پیش خودشان، سر بوجی را واز کردن، یک رنگ نام افغانستان را می گرفتن. گام به گام، دست به دست، امو بوجی بین امو رد اولای خود مسئولان امریکایی تقسیم شد، سهمیه داده شد. خب کسی که مثلا در زمین سرک کار میکنه، در زمین معارف، در زمین لوجستیک، اکمال اردو، اردوی امریکا و قراردادی ها را میفرستن به ساحه که خدمت کنه به ارتش امریکا و ناتو، اونا که چند کمپانی پولا بین از اونا تقسیم شده. اول باز اوها چی کردن؟ آیسته آیسته آمدن. خب در قدم اول نیم پروژه را، یعنی از به طور مثال در یک حساب 100 میلیون دلار باشه، اول 50 میلیون دلارش اتومات به خود برداشتن، مان 50 دیگهش آمدن از حساب اصلی شریکای محلی خود پیدا کردن، از افغانا را که بسیار ارزان کار میکنن و خب دلش کار کرد یا نکرد، خب مثلا اما پروپوزالی که چی میگم اسناد امضا شوه که این فلانی سرک جور شد، یعنی با پول کم. وقتی که پول کم در اختیار افغان رسید، افغان او را مثل خود نفر اول نیمش اول زد، نیم دیگهش تا که پروژه ساخت و هم دست سه ساخت پروژه را و دیگه کس داد و ارزان کسای او بالاخره سرکی که جور شد در ظرف سه ماه ویران شد، مکتبی که جور شد بعد از دو دفعه برفواری چپه شد، تأسیساتی که در افغانستان جور کردن و قدر دور میزنن که سرمایه آمریکایی هدر رفته، اینی رقم است. بر افغانستان هیچ چیز نرسیده در آبادی اساسی افغانستان، همه چیز یک قفل سر او بود. چرا؟ پول اصلی را خود امریکایی‌ها به خود گرفت، از نام افغانستان تبلیغات کرد تا مالیه‌دهنده ها قبول بکنن که کلی چیزها به افغانستان مصرف شده. چرا؟ اینه بن لادن خود ما کشتیم، اونا ما طالب زدیم، اینه قدر القاعده را ما گرفتیم، اینه قدر تروریست ما گرفتیم، اینه در گوانتانامو هستن. هر روز گوانتانامو را نشان بده، یک چهار تا سخبوش ریشکی را نشان میتن مردم بگوی که آه والا کار خوب شده، دم نزنن. غارت به این شکل است. این حال سرمایه‌دارا و غارتگرای داخلی، جنگ سالارا و زورمندان. وقتی که جنگ سالار میگیم، ما اول در ذهن ما او تکنوکرات های کنجوسی که از اروپا و امریکا آمدن، اونا رو ما جنگ سالار میگم. چرا؟ از نظر ذهنی و کلشان مسلح بودن، تکنوکرات هایی بودن که ذهنشان فاسد، مسلح، متعصب، بیره و فاقد هر گونه تعهد نسبت به افغانستان. ما رو از نزدیک ما چند سال کار کردیم دیدیم. اینو هم از اداره نهادهای امریکایی جذب بدن خوردن و هم از عواید داخلی. در شرایطی که قانون زیر پا شد، تمام ادارهای دولتی، قضا،
و پارلمان کاملا به بلیگوی قوی اجرایی تبدیل شد. از قانون فقط نامش ما دیگه، هر کس هر چی که انجام داد کسی مؤاخذه نشد. شما باید دارین کسی مؤاخذه شد به خاطر فساد، به خاطر خیانت و غدر. تروریست میگرف اعلام میکرد، میگفت آقای کرزه میگفت برد ترکیه تحصیل کن. بجز از یک مورد دیگه هیچ کسی ندید تروریست کسی اعدام کرده باشه. خب دیگه یک شرایط عواید داخلی بنادر گمرکات، یک رقابت بسیار شدید بین جنگ سالارای تنظیمی و تکنوکراتای قومی، تکنوکراتایی که فقط با یک بکس آمده بودن، در گرفت. بنامه و به اصطلاح ابزارشان، ابزار مرکزیت، قانون، تطبیق قانون، کلش از قانون گپ میزد فقط به خاطر دزدی، غدر، بی‌نظمی. همیشه توهم زده بودن. اینا سازمان های غیر دولتی انجو هم خارجی که به این وضعیت هم میدیدن و هم همیشه در زد و بند با مقامات دولتی در غارت ها سهیم شده بودن. همه چیز به شکل خودکار و سامانمند به اصطلاح فساد تولید میکرد، فساد مدیریت میکرد و فساد حفظ میکرد. ایتی یک سیستم بود. نامش چی بود؟ جمهوری اسلامی افغانستان. خوی جمهوری هم به اساس انتخابات مردم انتخاب به وجود آمده بود و شایسته سالاری. جنگ سالارا و زورمندای خزدوست که نابلد بودند در این مسائل همه قیدن که تمام سرمایه خود کشیدن در دوبای، یعنی سیف یا گوصندوق پولی از اونا هم دوبای شد. همه چیزشان در دوبای است، امارات. شما فکر میکنین که اوقدر سرمایه کجا اونا به شکل منقول و نقدی، غیر منقول و نقدینه گور کردن و را کسی شور داده میتونه؟ اول آخه امارات نمیمونه، میگه برو ما چقدر جذب سرمایه میکنیم، شما به یک گپ مفتتان یک کشورتان هم تحویل هر طرف دادین، حالا میاین امنیت اقتصادی ما رو میخواین اخلال بکنین. ورشکستگی کابل بان خیالتون است، کلش از رقابت های داخلی زورمندان حکومتی بود. هیچ یک دکاندار بی‌غرض در او گپ شریک نبود. 530 میلیون ازور مارشال فهیم به خود گرفت، مان 500 میلیون دیگه 27 نفر دیگه بین خود تقسیم کرده بودن. آخرشو از همه بودجه دولت افغانستان دوباره اکمال شد و او را نوای کابل بانک ساختن تا نجات پیدا بکنه از ورشکستگی کامل. یک تجربه بسیار وحشتناک بود. هیچ کس دنبالی کار نگرفت و هیچ کسی غرض نگرفت، فقط این پایان دستکار بندی کردن، بیتی تو ده میلیون، بیتی تو 20 میلیون، تا گنده کلش ماند. فایق از چی گفت میزنن؟ نیمینیم کسایی که ما بر شما نام گرفتم کلش با طالب است. خاندان فهیم با طالبان است. در زمان یک امپراتوری به اصطلاح نابسامان و مزهکی از دروغ مثل ماشین کار میکرد. مثلا در 6 اوت 1399 جمشید رسولی سخنگوی دادستانی هم وقت که معتاد به دروغگویی بود، میگه که حدود 1800 پرونده فساد حل و فصل شده، به او رسیدگی شده. خود چی شده؟ میگه که در نتیجه رسیدگی به این پرونده ها در بخش جرایم سنگین محاکم حکم دادن که 84 میلیون افغانی و بیش از 3 میلیون دلار و همچنین 600 هزار یورو به خزانه دولت برگردانده شود. اوه اوه اوه. ماشاءالله این دستاورد. مبارزه با فساد در دوران جمهوری فساد اینی رقم بود. دار و ندار یک کشور قریب 30 میلیونی
پیوسته به یغما می رفت. از طرف متحدین امریکا، رفیقایش، قراردادیایش، شهروندایش، تکنوکراتایی که روان کرده بود، دار و ندارش به تباهی می رفت. مثل گوشت تن یک جسم زنده را کنده بری. اما سارنولیش شاکارشی است که 84 میلیون افغانی و بیش از 2 میلیون دلار و 600 هزار یورو به خزانه دولت برگردانده شده. مضحک نیست؟ و چیزی بیشتر، غم‌انگیز است. باید اون نظام فاسد سرنگون میشد. شما تصور بکنید تنها صرفی برق یکی از زورمندا، یکی از رهبرا که اون پول تاویل نکده، از تنها یک نفرش 3 میلیارد افغانی شده بود. تالی هم ناتاویل کرده است. هیچ رهبر، هیچ قماندان، هیچ وزیر، هیچ مقام دولتی، هیچ در پارلمان، رئیس پارلمان عبدالرؤوف ابراهیمی 54 میلیون افغانی قرضدار بود. هیچ کدامش تحویل نکردن. یه آدم آمده میگه که یعنی والا 84 میلیون افغانی را در نتیجه بررسی 1800 پرونده جرایم سنگین و خرد و کوچک حصول کردن. 90% عواید گمرکات بین مافیا تقسیم میشد. خود مسئولین وزارت مالیه میگفت، خود غنی یک بار این مسئله را رسما اعتراف کرد. از کردیت حدود 22 میلیون نفر پول قطع میشد و این تقسیم میشد بین مافیا. ذخایر کود اپراتیفی 91 و 92 بیخی بجاش باشد. او داستانش ما شما شنیدیم که اینجا کنجایش نداره بگویم چیزی. به عنوان بخش پایانی من یادآور میشم که سیستم مشارکتی بین کمپانی های فاسد خارجی و داخلی به وجود آمده بود که هرگاه یکی از این جناها را شما به استجواب و دادگاه بکشانین، اوتومات باید دیگهشان بکشانین. امریکایی ها را هیچ کس کشانده نمیتونه. بنام دزدای شریکای از اونا هم، شریکای افغانیش هم اقم مایر هستن که هیچ کاری در کشان کرده نمیشن. اونا گوشیار نمی بودن، ای توی امپراتوری فساد جور کرده نمیتونستن. فارغ از قانون دمو زمان مسلح هم بودن، رابطه با باندای تروریستی داشتن، با طالب داشتن، حتی انتحاری ها را پول میگرفتن در موتر زره خود میاوردن در نقاط مختلف کابل جابجا میکنن میکردن. اعضای پارلمان، اعضای کابینه، قماندان امنیه، کندک های شخصی داشتن، مسلح. وقتی که در کابل را میرفتن دیگه همگی باید جاده را صاف میکردن. کاروان وحشت. حتی زن پارلمان میخیست مرد مسکینه ترافیکه و یک کس دیگر قفاق زده میرفت. دهی بغل روش، دهی بغل روش، دهی بغل روش، دهی بغل روش. ما شما خود یوتیوب همه چیز در حافظهش هست. هم حکومت دستشان بود، هم صلاحیت مصرف. حکومت مافیایی قوی تر از جمهوری بود. جمهوری یک نام بود که اینمی وزارت خارجه که شما میگین جز اونمون مافیا بود. همیش از طرف کارگزاران ارشد دولتی، از یک تیم، از یک مرجع اونجا معرفی میشد. هر کس نمی رفت، وگر نه شینکای کروخیل سفیر میشد. خودش میگه من نمیتونم، چون نبرو مکتوب گیره، من نمیتونم، نبرو. باز میاد سراچه مورو قسم میکنه. هیچ نیروی ملی دهی مدت شکل نگرفت. انتقال پول به یک پروژه از بانک خارجی بود که او پول اصلی هیچگاه به افغانستان نرسید. اما تا امروز در گزارش جان سبکو بازرس کل میبینیم بنام افغانستان او ثبت شده رئیس. خودشان راپور میتن که مثلا برای ساختن یک تانک تیل پمپ استیشن 40 میلیون دلار مثلا ورق مصرف داده بودن. در اسناد بازرس کل خال سوال ما ایست که شما کیره ماکن گرفتین خیلی؟ اینقدر گزارشات که جمع میکنین با کانگرس امریکا هم جمع میکنین او رو با کی نشان میتین؟
یعنی عامل داشت یا نه؟ کدام قماندان امریکایی، کدام یک آدم از دزدای کلان، کدامش دادگاهی شد؟ جنگ های تجاوزکارانه؟ هیچ که قانونش این نیست که مسئولیت افراد خود در زیر خطر پرتی. امریکا همیشه این رو میگفت. یک ترجمان افغان که نامش نمیگیریم، باز بعدا تلویزیون هم ساخت، از قراردادی لیاف روجایی بر نظامی های امریکایی با یک امپراتوری کوچک اقتصاد تبدیل شد. دو سرباز امریکایی، ببینید از گارد ملی امریکا، اینا معذب بودن که از افغانستان به فارسی و پشتوی چی کنن؟ ترجمان معرفی کنن به امریکا و ناتو، قوای امریکایی. یعنی فقط یک یافتن ترجمان و معرفی کردن. اینمی آدم ها مطابق گزارش وال استریت جورنال نزدیک به 4 میلیارد دلار پیسه پیدا کردن و هیچ سند هم وجود نداره که حکومت امریکا کسی را محکم گرفته باشه که چرا کار بیا حساب بده. ببینید فساد، پول افغانستان چگونه بین خودشان تقسیم میشد. در سال 1395 خدمات تحقیقاتی کنگرس امریکا خودش گزارش میده که در ماهای اول 2016 شمار کارکنان غیر نظامی و قراردادی های اردوی امریکا 29 هزار نفر بود، حالان که کل سربازای امریکا در اون زمان در افغانستان 9 هزار نفر بود. این 29 هزار نفر مشغول چی کار بود؟ خود دزدی پولای اختصاص داده شده به نام افغانستان بود دیگه. همچنان در سال 2012 شمار قراردادی های وزارت دفاع امریکا در افغانستان، توجه کنید، شمار قراردادی های وزارت دفاع امریکا در افغانستان به 117 هزار نفر می رسید. افغانستان، جنگ افغانستان برای زینا برای خود امریکایی ها گوی شیری بود و از او به خزدزدهای افغانی هم چیزهای می چکید یا کم و بیش و این طرف و دزدی و گردی تا اینا هم به اصطلاح و بالا بیان. آنها آمدن آل پشت انبار را گرفتن که یعنی دزدی کردن، باید حسابهایشان منجمد شود. خواهد شما سرریزه کرد به ما چکیده دیگه. در بهترین حالت نیمی از ازینه اصلی به پروژه گیرای افغانستان میرسید. او پروژه گیر افغانستان هم که نیمی شده اول کت میکرد برای خود، بعد از کور دست سه میفروخت او باز نیم میشد. نه کنترل بود نه هیچ. نامش کلان جمهوری، پارلمان، اداره نظارت و کنترل و قضا، قوه قضایه و گپا، چرت هیچی نبود. نام بود فقط برای دزدی. ما شما امروز امو وقت مطبوعات همیشه میگفتن، اما خب بسیاری هم میگفتن که او والا این گپا غرض آلود است چه مسائل. امروز چه میگن بعد از اینکه همه چیز دود شده؟ این داستانا را گفتنش، طولانی کردنش با فایده هیچ کس نیست. من فقط همین قضیه را خدمت شما ارائه کردم که آنچه که نصیر فائق بر علیه مافیا و فسادکارای مقامای پیشین افغانستان گفته که حساباتشان منجمد شود، یک بازی سیاسی است. هیچی را جدی نگیره کسی، بر خود یک گپ کشیده، اما فایده روانی، فایده تبلیغاتیش بر طالب است. تا آیسته آیسته طالب و مثل زمینه برای مساعد شوه که بر رسمیت شناخته شوه، مردم با این هیولا خوی بگیره، چشم در چشمش سعی کنه بگه که اینه ولی مره خود نمیخوره. حاله آیستا آیستا رایس ما به می حد بود. تا برنامه بعد، بدرود.